سلام آقا، ممنون. شما خوبی؟ الو، دارم متن برنامه کلیک رو نهایی میکنم. داشتم متن برنامه نهایی میکردم، گرفتاریم دیگه. من برنامه نوروزی اجرا کنم؟ چی؟ موجی برنامه نوروز؟ کسی دیگه نبود؟ باشه. نوروز خبر فوری نیست، تازگی هم نداره، ولی برای ما همیشه تازه است و فوری تر از فوری. اونایی که خوابیدین، اونایی که هنوز خواب آلودین، بیدار شین. فقط حدود نیم ساعت تا رسیدن عمو نوروز باقی مونده. در سرزمینی به وسعت نوروزستان، خوش اومدین به نوروز 1403 در 15مین بهار با تلویزیون بی بی سی فارسی. نوروز امسال با مهمونایی از گوشه و کنار دنیا که اینجا جمع شدن جشن میگیریم. علیرضا مجلل، گردا فرید، علی عظیمی، مشعل آرمان، برزو ارجمند، سلماز نراقی، ماریا، پورا، اما، نیاز نوا. جشنی داریم پر از موسیقی و موسیقی و بازم موسیقی، و البته کنارش یه مسابقه آشپزی جذاب بین مهمونا و بی بی سی چیا. اما جشن امسال رو شروع می‌کنیم با کسی که هر از گاهی میاد از این ورا گذری، کامیار و مجنونش.
نه 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 جون منی عزیز دردونه. مجنون از کامیار، کاری به یاد موندنی از گروه بلکتس. کامیار دو تا ترانه جدید دیگه هم داره برامون که بعد از تحویل سال میخونه و با خودش و بقیه مهمونام گپ میزنیم. اما فعلا میزنیم به ساز تا وقت تحویل سال. حالا وقتشه که نیاز نواب برامون از راز خوشدلی بگه به تجویز خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی. به به. دریا از نیاز نواب با شعری از حافظ. نیاز برامون بازم میخونه. ولی آرزو، مگه نوروز بدون بخور بخور هم میشه؟ اینجا توی نوروز ما بخور بخور هم هست. امسال عید دیدنی کجا دستپخت کی بهتره؟ همینجوری که نمیشه فهمید هادی. برای اینکه بفهمیم یه سری از بی بی سی چیا رو به اضافه چند تا از مهمونامون توی یه آشپزخونه گیر انداختیم، مگه اینکه آستین بالا بزنن و ببینیم دستپخت کی بهتره. سلام، به برنامه دستپخت نوروزی خوش اومدید. امسال ما چند تا مهمون دعوت کردیم تا ببینیم که اگه قرار باشه به رسم دید و بازدید نوروزی بریم خونه‌شون، وضعیت آشپزیشون چطوره. مهمونای برنامه: گرزو، ماریا، اما و همکاران داریوش، مریم و پرهام. شرکت کننده ها قراره توی یک زمان محدود با مواد غذایی که نمیدونن چیه برای ما یک غذا درست بکنن و من به عنوان داور این مسابقه قرار هستش که اونو بچشم و برنده این مسابقه رو انتخاب بکنم تا این قاشق های طلایی رو ببره. خب قرعه کشی بکنیم. نفر اول اما. داریوش با اما هسته. از جمعون عوض نمیشه. ماریا. پرهام.
و گروه آخر برزو و مریم. چی شدیم؟ برید پشت میزاتون وایسید، پیشبنداتون رو ببندید تا مسابقه شروع بشه. حالا چه شبت؟ چه شبت؟ تیممون خیلی قویه ما. جوجه آخر پاییز میشمارم. روی میز شما مواد غذایی گذاشتیم که به شما ایده میده برای غذایی که باید درست بکنید. خلاقیت نشون بدید و این غذا رو به سبک و سیاق خودتون درستش بکنید. الان دیگه میتونید این پارچه رو بردارید و ببینید که تو جعبه هایی که روی میزتون هست چه چیزهایی گذاشتیم. من رو تو حساب کردم. این غذا کاملا سیاسیه. ولی من واقعا نمیدونم از اینا چی میشه درست کرد. اما با من کاری نداری. موادی که من بهشون دادم قطعاً چالش برانگیزه براشون. موادتون رو دیدین چی فکر میکنید؟ والا خیلی سخته. این راحت ترینش به نظر من. اینو من میشه انداخت تو فر یا سرخ. مطمئنی که راحت ترینشه؟ والا فکر کنم یا سرخش میکنم یا میدازمش تو فر بالاخره. حالا این موادی که اینجا گذاشته بقیهش سخته. ما رو به این سمت طبیعتا میبره که یه کوکو داریم. آره. و یه دونه ماهی دیگه. شما اصلا آشپزی میکنی؟ نه دیگه، برای همین دارم میگم. یعنی دقت کنید که من چه چیزی دارم. خیلی خوبیه. خب شما الان اینجا قراره یاد بگیری که الان بهش یاد میره. خیالتون راحت. شما آشپزی میکنین، من آشپزی اونا رو خراب میکنم. الان از این جعبه که شما موادشو دیدین حدس میزنید که چی میخواین درست کنید؟ حدس در واقع چون ماهی داریم فکر کنم که ماهی توپر میشه درست کرد. ما تصمیم آره ولی تصمیم رو ما تصمیم قطعی رو نمیگیم. تیمای دیگه نمیگن، ما هم نمیگیم. پس سعی کنید یه خوشمزه درست کنید که من راضی باشم. حتما خواهید راضی باشم. یک ساعتتون شروع شد. برنج مردم میشورم برای سیب زمینی میخواستی؟ آره برنج برمون هم گذاشتیم که واسه خودش چیز شه. تو خب بازم تو چی زد؟ خورس زور گروه ها دقت کنید 20 دقیقه از وقتتون گذشته. بپذید. اجالتاً تا همین جای دستپخت رو داشته باشید تا سال دیگه ببینیم آشپزامون چه دستپختی تحویلمون میدن. از این سفره دستپخت که چیزی لقمه ما نمیشه، ولی بریم سراغ اون آهنگی که میگه میخوام یه لقمه ای بشم که خوش بیاد به کام تو. علی عظیمی و آهنگ پناهنده. نمیدونم چیه تو اون پیچیدگی موی تو، نمیدونم چرا شدم خراب خلق و خوبی تو، شدم غرق عادتت پناهنده به سفارته، دیدن قرص صورتت برای من ضرورته، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کسی بیاد جز خودم به خواب تو، خدا کن
کنه که هیچ وقت نرم رو اعصاب تو. من شکار راحتم، خودم میام تو دام تو. میخوام یه لقمه ای بشم که خوش بیاد به کام تو. نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم، نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم. پناهندگی و ضرورتش از نگاه علی عظیمی. کم کم داریم به لحظه شیرین تحویل سال نزدیک میشیم. سال تازه داره میاد. جوانایی که حرفای تازه دارن هم دارن میان. توی رسانه‌های اجتماعی که خیلی خوش می‌درخشن. صحنه الان منتظر یکی از اوناست. اما با آهنگ دختر بویراحمدی. دختر بویراحمدی نومت ندونم یار گلم، دختر بویراحمدی نومت ندونم یار گلم، بیا بریم خونه خمون خونه خودتونه یار گلم، بیا بریم خونه خمون خونه خودتونه یار گلم، گلم یار گلم گل عزیز دلم یار گلم، تو نمیشه یار گلم، چشمون موعدیان تو سیر نمیشه یار گلم، چشمون موعدیان تو سیر نمیشه یار گلم، گلم یار گلم گل عزیز دلم یار گلم، یار گلم
نیومدی یار گلم، بیا بریم خونه خمان، خونه خودتونه یار گلم، بیا بریم خونه خمان، خونه خودتونه یار گلم، گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم، دختر بویراحمدی از اما، ولی تا دختر بویراحمدی به خونه یار بره و بفهمیم اسمش چیه، سراغی از زلف یار خراسانی بگیریم که خیلی بی‌نظیره. کاش منم خراسانی بودم. روایتی مدرن و خیلی تازه از گلنار شهریار و اجرای گروه ماهان، زلف یار. ستایش یار و دعوت یار بخونه است، قبل از اینکه سال تحویل بشه با یه نغمه‌گر زیبا از سرزمین افغانستان بیشتر آشنا بشین. مشعل آرمان که یار رو به خونه دعوت میکنه.
پشتی و تنهایی جدا از تو دلم آوز چرا یار جان نمیایی مرا کشتی و تنهایی جدا از تو دلم آوز چشم مست و لبی گلگون بیا یار جان شب بهار است به روی خوشت دلم بیمار است از خانه برا وقت دیدار است چرا یار جان نمیایی مرا کشتی و تنهایی جدا از تو دلم آبست چرا یار جان نمیایی مرا کشتی و تنهایی جدا از تو دلم آبست مشعل. در ادامه جشن نوروزیمون باز هم مشعل برامون میخونه. سال تحویل نزدیکه ها. هفسینا دونا چی دین؟ جورس؟ اما نوروز تو راهه. اگه هم زود نیاد به این زودی ها سلماز نراقی برامون میارتش. امون و روز اومده تا دوباره پیرهن باغ و صحرا
های چمن ها. عمو نوروز از سلماز نراقی. آهنگای جدیدی هم میشنویم از کامیار، علی عظیمی، ماریا و هورا. سری هم میزنیم به نوروزستان. اما دو سه دقیقه بیشتر به آغاز سال نو نمونده. به سنت خیلیامون که این وقت سال به حافظ تفعول میزنیم، دیوان رو میخواییم بسپاریم به یه نفر که سرد و گرم روزگار رو چشیده. علیرضا مجلل از پیشکسوت‌های تئاتر و سینمای ایران اینجا با ماست. آقای مجلل، حافظ از زبان شما و صدای شما خوشتره. بفهمید. بسیار محبت دارید. بله، پشت می‌کنیم به زمهریر سرما و ظلمت و تاریکی و رو می‌کنیم به نور و بهار و سبزینه و به در خانه حضرت حافظ می‌ریم و به میمنت بهار فالی میزنیم به امید پیروزی و بهروزی. به عزم توبه، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم؟ سخن درست بگویم نمیتوانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم طرب کنار کنم. ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. گدای میکده ام، گدای میکده ام، لیک وقت مستی بین که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم؟ زباد خوردن پنهان، زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربط و نی رازش آشکار کنم. به بانگ بربط و نی رازش آشکار کنن. حبذا. بفهمید استاد، بفهمید. 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 حالا شمارش معکوس برای بهار. 22 ثانیه مونده. اینجا توی لندن بارونیه. شما هر جای دنیا که هستید، آفتابی، شب، روز، صبح، این لحظه ایه که بهار محول میشه. ده، نو، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، ماه را تکرار بر ایوان شام تار کن. بازگردان وقت خوش حال نکو،
شهد شادی را به کام مردمان بسیار کن. رونق رسم وفاداری بیار، رنج کمتر گنج جان سرشار کن. خار برکن از ره هر ره روی، همدل هوشیار را بسیار کن. مهر جانان شور یاران بیش کن، حال هر همسایه را بهتر ز پیر و پار کن. روزگارا گو به باران که ببارد بر زمین، گندم و آب روان بسیار کن. مرز را گم کن در این جغرافیا، وصل را کالای خوش سودای هر بازار کن. خفته را آرامشی از جنس بیداری بده، خلق خوی نیک را در جمع من بسیار. گرد آفرید زنی که انگار از توی خود شاهنامه اومده بیرون. سالهاست نقالی میکنه. چیزی که الان خوند یه واگویه نوروزی بود برای آغاز سال نو. حالا تا مست بهار و نوروزیم، علی عظیمی ترانه جدیدشو برامون رو میکنه. مستم کن. روزای من با من خسته نجنگ، تو این شبای تار موسیقی غری بذار، اول با غیرای ریز بعد با هم میریم رو میز. با من درخت که مردم از بس که قوس خوردم، با من درخت که گاهی فرار کنیم از سیاهی، بیا که دستت کنم، دستم کنی دستو توی دستم کنی، تابت بدم تابم بدی، حال خوشو یادم بدی، پر کن پر کن جامو بده دستم، من از برق کشت نستم، امشب هرچی بگی هستم. پر کن پر کن جامو بده دستم، من از برق چشت مستم، امشب هرچی بگی هستم. خوشی نداری پشت لبخندای تلخ، هنوز دل هوره داری تو این شب سیاه، فقط هم دیگر رو داری. با من به رقص که مردم از بس که قاس خوردم، با من به رقص که گاهی فرار کنی
مستم کن از علی عظیمی، داغ داغ با قرای ریز نوروزی تازه از تنور در اومده. با همون بمونید، با علی عظیمی گپ میزنیم درباره این کار جدیدش و حال و هوای نوروزی امسالش. اما تا علی نفسی تازه کنه و منم خودم رو برسونم به صحنه، فرصت رو مغتنم بشماریم و بیشتر با مهمون ویژه برنامه نوروزی امسال آشنا بشیم. بگو زودتر آماده بشن، برمیگردیم. شما آقای وجدانی هستید؟ بله، باید خودتون باشید. خوشبختم، الان برمیگردم. سه جان نثار مقام لشکر اشکان را رد. این جنگ را چاره بجز شمشیر است که اگر بود من از خواب بیدار نمی شدم. استاد علیرضا مجلل عزیز، سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. ما بعد خدمتتون میرسیدیم، ممنون که تشریف بردید. اختیار دارید، من محبت کردید به من. ما که تقریبا داریم بعد از زندگی و دیدن سه چهارم قرن بهار آرام آرام به فراموشی میرفتیم، شما ما رو به یاد دوستان و جامعه هنری میرسید. از این بابت سپاسگزارم به همه نوروز دوستان و نوروز شناسان. این عید سعید باستانی رو تبریک میگم و امیدوارم که سال بهروزی، پیروزی و سلامت برای همه باشه. سپاس از شما، به همچنین برای شما زیر سایتون. آقای مجلل، چند سال شده که از ایران دورید؟ چند تا نوروزه که دور از ایران میگذرونید؟ 36 سال، 36 نوروز رو سعادت نداشتیم. در ایران بودیم، اما خب به شکلی کنار سفره هفت‌سین همراه هموطنان بودیم. هر جا که بودیم، در سوئد توی کانال‌های تلویزیونی که داشتیم تا چند سال پیش و بعضی اوقات هم همراه با کانال‌های بین‌المللی، این سعادت رو داشتم که بتونم به هموطنانم عرض تبریک بگم و چند کلمه صحبت بکنم باشون. خب الانم در جمع هموطنان و اهالی نوروزستان هستیم. بله، بسیار 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 شادمانم. امیدوارم که اون چه که بهار و نوروز به ما آموزش میده، یعنی اینکه از یک علف نازک ناتوان تا یک درخت پربار، همه به خاطر قدوم بهار سر برمیارن و جهان رو گلستان و گلباران میکنند، به اتفاق این کار رو میکنند، ما هم بیاموزیم و به اتفاق، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. امیدوارم که مهر و عشق و سازگاری بر کره ما یک روزی سایه کامل بندازه. سپاس از شما. حسن و ملاحت بیش باد، پلیدی و وقاحت سرنگون باد. سرنگون باد، نابود باد. بله. همینجا تا فرصت داریم از علی عظیمی که از دستمون هنوز به یه پری ناز پناهنده نشده باهاش یه گپی بزنیم. روی صحنه که گیرت نیاوردم موقع سال تحویل، در خدمت قرار کردید، نشد با عید مبارکی بود. در خدمتتون هستم. علی عظیمی بچه تهرونه، با گروه راک رادیو تهران معروف شد، بعد با آلبومای خودش به خصوص با ترانه پیش درآمد سبک خاص خودش رو در راک فارسی به وجود آورد. علی، جالب ترین خاطره که از نوروز داری چیه؟ پدر بزرگم که خیلی هم عمر کردن و موزیسین هم بودن، روشون شاد باشه، و یادم میاد که من بچه بودم توی حافظ برای من یک اسکناسای فکر میکنم 20 تومانی یا 10 تومانی میذاشتن. ما خیلی
پول بود اون زمان، ارزش داشت اون زمان. و من اینا رو وقتی به میدادم فکر میکنم شاید برای بقیه هم گذاشتم برم بردارم نگاه کنم شاید بازم از اینا باشه، ولی یه وقتی هم پیدا میکردم برمیداشتم. خواسته خاطره خیلی شیرینی از اون هست. یکی دو بار فکر کنم مال برادرام تونستم بردارم. حالا بذار وارد جزئیات نشیم. نمیدونی این ترانه که برام اجرا کردی مستم کن، این قراره یک تک ترانه باشه یا آلبومی هم باهاش داره میاد؟ آهنگ مستم کن آخرین آهنگ آلبوم جدید من هستش که به زودی منتشر میشه. حالا شاید مجبور شید روی اسم آلبومم که اعلام میکنم بیپ بذارید، صدای بوق بذارید، ولی اسمش هست، اسم آلبوم هست مدینه فاضلاب. نه قابل پخشه. خب تبریکاتونو گفتین، پیامک تکراریاتون رو فرستادین، خبر تازه این که کامیارم داره میاد آماده بشه برگرده به صحنه‌مون. فعلا یه سر بریم دوشنبه در تاجیکستان ترانه شیرین گفتار با صدای خجسته میرزا ولی.
حقا که شیرین گفتار داری خجسته. حالا کامیار میخواد این بار خودش پشت پیانو یکه و تنها با اون حنجره طلاییش برامون هنرنمایی کنه. Je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. سالی بود که فراز و فرودای زیادی برای خیلی از ماها داشت، از جمله عزیزانی که از دست دادیم. عرصه هنر هم شاهد از دست رفتن بزرگان بسیاری در سرزمین‌های فارسی زبان بود. یادی کنیم از چند تن نام‌آورانی که امسال دیگه بین ما نیستند. من که می‌دانم شبی عمرم به پایان شی من سهل و آسان میرسد، دیدین آقا مجید چه بخوای چه نخوای باید فیلمو تموم کنی. خسته هم شدی، میدونم خسته شد. پنجره باز میگذارم، باران میبارد، در باران میگویم بهار را یافتم. روشن تر از ستاره ای در شام تاره، بی کسی گل میدهد در دست تو شاخه سبز اطلسی. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم. به همین دارکار نبود تو بخوره، سر مادر خانواده از هم جدا شده بود. آقا حیران که شادت جنس مرغوبه، چقدر پال چشاد خوبه. که شادت جنس مرغوبه، چقدر حال چشاد سلام، منم. یادداشت کن دقیق از روی درجه چند. دامنم دانم احلا حاضر بشین؟ این همین من نگاه کن تو حرکت هم یا خون، غروبه غروبه. چه فهرست به طرز دردناکی طولانی بود. نوروز به رسم و رسومش معروفه، به آیین‌هاش و سفره هفت‌سین با سین‌های دلبرش. سلماز نراقی هم از میون این همه سین و غیر سین رفته سراغ سمنو. سین شکر لب هفت سین سمنو، همدم سنبل و نسرین سمنو. میرود سال کهن نوروزم، آرزوی دل ما بین سمنو. سمنو آی سمنو آی سمنو، توی دام افتاده آهوی بتن، دست و پاش پیچیده به تاب رسن. سمنو آی سمنو آی سمنو، آهو کی میشه رها از رسنو. کی هما پر میکشه بر وطنو. سمنو تو با توانی به بدن، نداریم خسته ایم از حرف و سخن.
که برکت میدی به سفره نو، آفت گندمو از ریشه بکن. سیبیل چخماقی و چاه دهن، شبه شیرعلی قصاب سزن، اونی که خیمه زده بر سر ما، 30-40 سال شده شوهر ما، سمنو کی بزنیش تو دهنو. سیبیل چخماقی و چاه دهن، شبه شیرعلی قصاب سزن، اونی که خیمه زده بر سر ما، 30-40 سال شده شوهر ما، سمنو کی بزنیش تو دهنو، سمنو کی بزنیش تو دهنو، سمنو کی بزنیش تو دهنو. اما سلماز یه هنرمند همه فن حریفه، خطاطی میکنه، شعر میگه، اما اخیراً تمرکزشو گذاشته روی تولید محتوا بیشتر برای کودکان. حالا چرا بیشتر برای کودکان سلماز؟ اول سلام. کار کودک برای من بیشتر یه چیزی از جنس رسالت فرهنگیه، زمین این که توش هم میتونم خوشحال باشم، هم خوشحال بکنم بچه ها رو، و هم برای نسل جدید احتمالاً از توشهی که برگرفتم در طی سالیان عمرم چیزی رو به جا بذارم که شاید اثرگذار باشه. حالا یه مهمون دیگه داریم که از یه جای ایران اومده که کمتر از اونجا صدای زنان رو میشنویم. صدای زنی از سرزمین تهمینه و رستم، از سیستان، هورا. Thank you.
هورا، صدای سیستان. خب هورا جون، این ترانه که خوندی معنیش چیه؟ اول سلام میکنم به همه شما و تبریک میگم سال نو رو، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. این ترانه به اسم ماه منی، تو ماه منی، و میگه که تو مثل خورشیدی برای من و مثل خورشید میتابی، پس چرا من از تو دورم و تو از من دوری. این رو تقدیم میکنم به همه شما در سال نو و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. تا جایی که میدونم تنها خواننده زن سیستانی، چرا اینقدر تعداد خواننده‌های زن اونجا کمه و در کل وضعیت چطوره؟ فکر می‌کنم می‌دونی منطقه سیستان و بلوچستان، به خصوص سیستان و بلوچستان، هر دوشون منطقه بسیار محرومی هست و سیستان یک در واقع نزدیک افغانستان، بنابراین فرهنگش تقریبا مانند فرهنگ افغانستانه و سیستان مردسالاری داریم و مذهبی هستن این منطقه و تا امروز ما نداشتیم خواننده زن و شاید من به عنوان یک آرتیست خواستم که این کار رو انجام بدم، برای اینکه میدونم که موزیک و صدای یک زن که تا امروز شنیده نشده در این منطقه میتونه در آینده ای نه چندان دور تاثیرگذار باشه و به امید آزادی همه زنایی که در مناطقی هستن که بعضی وقتا ما نمیدونیم و خاموش هستن، امیدوارم که روزی بتونن آزاد بشن و به رهایی برسن. و هورا. نوروز گرچه جشن اصلی مردم ایرانه، ولی فقط ایرانی ها و فارسی زبون ها نوروز جشن نمیگیرن. نوروزستان جغرافیای خیلی بزرگی داره. داریوش رجبیان قبل از اینکه پیشبند ببنده رو در عرصه آشپزی هنرنمایی کنه، یه نگاهی کرد به این سرزمین نوروز. نوروزستان، اصطلاحی که نوروز 1388 پدید اومد. توی آسیای میانه، منطقه‌ای که در دوران شوروی گرامی داشت نوروز ممنوع بود، این جشن دوباره به جایگاه رفیعی در گاه‌شماری رسمی برگشته و تعطیل عمومیه. جمهوری آذربایجان با وجود قرابت فرهنگی تنگاتنگ با آسیای میانه، یک کشور قفقازی است و همجوار ایران. نوروز را هم تقریبا به همون شیوه ایرانی گرامی می‌داره. جشن‌های خیابانی نوروزی چندین روز به درازا می‌کشه. جشنواره‌های موسیقی و مسابقات ورزشی هم از اجزای نوروز جمهوری آذربایجان. تعطیلات نوروزیش 5 روزه. هممرزی این کشور نوروزی با گرجستان و حضور اقلیت بزرگ آذری تبار که 7% جمعیت گرجستان رو تشکیل میده، افزون بر حضور اقلیت بزرگ ایرانی در این کشور، نوروز رو جشن گرجی هم کرده. 10 سال پیش میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور وقت گرجستان، نوروز رو به عنوان روز اعتدال ربیعی جشن ملی گرجستان اعلام کرد. چین هم با اینکه حوزه فرهنگی فراخ متفاوته، با نوروز بیگانه نیست. سال نو ایرانی از جشن‌های سنتی تاجیک‌های چین، اویغورها و قزاق تبارهای منطقه‌ای خودمختار اویغور شینجیانگ. نوروز سالانه. ناگفته هم پیداست که برای کردها، صرف نظر از کشورشون، نوروز نماد پررنگ هویتشونه. هرچند کردهای ایران و عراق از آزادی بیشتر برای گرامی داشته نوروز برخوردارند تا کردهای ترکیه و سوریه، که پاسداریشون از نوروز یک مسئله سیاسی بوده و هست. کردهای ترکیه نوروز رو بین 18 تا 21 مارس معمولاً با تجمع در بیرون از شهرها جشن می‌گیرند. آتش بر می‌افروزند، دور اون رقص و پایکوبی می‌کنند. کردهای سوریه هم در روز نوروز با لباس کردی به تن شادمانی‌های خیابانی به راه می‌اندازند. جالب بدونیم که نوروز در گاه شماری رسمی آلبانی در جنوب شرق اروپا هم تعطیل عمومیه. نوروز آلبانی همه سال 22 مارس فرا میرسه و در میان مردم با نام سلطان نوروز شناخته میشه. این جشن عمدتاً در میان پیروان طریقت بکتاشیه مرسومه که باور دارن نوروز زادروز علی ابن ابی طالب و آغاز بهار. کوتاه سخن میشه از قول نوروز مولوی وار گفت: هر کسی از زن خود شد یار من، و میسزد از درون وی به جز اسرار وی. نوروز پیروز. داریوش رجبیان و داستان‌های نوروزستان.
اما امسال یه مهمون دیگه هم داریم که هم بازیگره و هم خواننده است. اما اینجا نه قراره برامون بخونه نه قراره برامون بازی کنه، بلکه همونطور که تو قسمت اول دستپخت دیدیم توی آشپزخونه گیرش انداختن. هادی برزو الان کنارت نشسته. سلام بابا. خیلی خوش اومدید. عیدت مبارک برزو. مرسی، عید شما هم مبارک. بفهمید. حالا بازیگری سخت‌تر یا آشپزی؟ اصلا سخت نبود چون مریم جان بود، همه کارا رو مریم انجام داد. مریم قرار بود غذا بپزه، من غذای بقیه رو خراب کنم. یه تیم کاملا منظم و مرتب بودیم. برزو ارجمند نزدیک 100 تا فیلم و سریال بازی کرده، تئاتر کار کرده و حدود 4 سالی است که از ایران خارج شده و در خارج از ایران به بازیگریش ادامه داده و چند تا ترانه هم با صداش منتشر شده. اما خب فیلمایی بازی کردی تو ایران، الان دارین تئاتر بازی می‌کنی، تئاتر بازی کردین که سیاسی هم بود. فرقش چیه از اون ور تا این ور؟ خب ببین، بعد از اینکه من از ایران مهاجرت کردم 4 سال پیش، اصلا برنامه‌ام این شکلی بودش که سعی کنم که مثلا در سال 4-5 ماه ایران کار کنم و بقیه‌اشو پیش خانواده‌ام در خارج از کشور باشم. چون به هر حال می‌دونین که من 27 ساله دارم کار می‌کنم، طبیعتاً خارج از کشور برای من زندگی خیلی سخت‌تر از داخل ایرانه. ولی همگام و همقدم با همه مردم کشورم، بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد دیدم نمیشه ساکت موند. کار جدیدی هم در پیش داریم. من 2 سال دارم یه نمایش رو روی صحنه میبرم با احسان کرمی عزیز به نام پازل که فکر کنم اجراهای 155 تا اجرا تا حالا کردیم که فکر کنم تا 2 ماه دیگه اجراهای آمریکامون تموم میشه. استرالیا رو رفتیم، کانادا رو رفتیم، امیدوارم که اروپا رو هم بتونیم در 1 ماه تموم کنیم و بعد کار جدیدمون رو روی صحنه ببریم. آرزو، از هنرنمایی برزو دیگه چی داریم؟ یه عالمه از هنرمندیاش فیلم داریم که بعد منتظرشیم فقط ببینیم. برگردیم به آشپزخونه دستپخ و ببینیم چه آشی برامون پختن. ببینیم. ساعتتون گذشته، نیم ساعت فقط داریم. نکن چی شد؟ قابلی مو ریخت توش. دفعه سومو دارم میریزم توش، نگرانه. پس از این زاری مکن، 10 امتیاز. حوس یاری مکن، به خواباران دل دیوانه، با غم دیرینه به مزار سینه، به خواباران دل دیوانه. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. امیدواریم که عاقبت این دستپخ به خیر بگذره و مهمونای ما از محلکه آشپزخونه سالم بیرون بیان. ماریا، تو که توی اون محلکه بودی چطور بهت گذشت؟ راستش ماهیایی که به ما داده بودن کج بود، به خاطر همین ما قصد داشتیم اول بشیم، ولی خب ایشون داور برنامه همینجا من دارم سلام میکنم بهشون، ولی بله خب متاسفانه پارتی بازی هایی برای حال ناداوری ماریا از بچه های دهه 60 متولد ملایره، از اون استعداداییه که توی جریان یه مسابقه تلویزیونی استعدادیابی به نام The Voice با اون صدای خاص و فوق‌العاده‌اش چهره شده و مورد توجه عموم به ویژه در عرصه رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته. تا حالا چند ترانه ازش منتشر شده که بیشترشون آثار اعتراضی و متأثر از وقایع یکی دو سال گذشته در ایران هستن. ماریا، همه توقع دارن احتمالاً تو رو توی صحنه ببینیم. چرا اینجا نشستی؟ چرا نمی‌خونی برامون؟
راستش منم دوست نداشتم که امروز تا اینجا بیام کار یک خواننده روی استیج بودنه و خوندنه. متاسفانه به خاطر شرایط ویزا و هماهنگی هایی که باید اتفاق می افتاد من خیلی دیر رسیدم. فکر می کنم شاید آخرین نفری بودم که به جمع دوستان اینجا اضافه شدم. حتی که خوشحالم که در کنارتون هستم و فکر می کنم که بد نبود که بعد از مدت ها برگردم به دوستانم و طرفدارانم و کار جدیدم معرفی کنم بهشون. ما هم خیلی خوشحالیم که اینجا هستی. کار جدید ماریا رو با هم می بینیم. مرسی. عجب بودی تو مثل ما نباش، چراغ واره ای هم جنس شب بودی تو مثل ما نباش، همیشه پیش از دایره گردی، همیشه رو به خود، همیشه سایه ای از خود عقب بودی تو مثل ما نباش. نفس همون رو به اش صد کردیم، ای آینده عشق و رویا و تلاش، تو مثل ما نشو، تو مثل ما ترانه تو مثل ما نباش با شعری از ایرج جنتی عطایی و صدای ماریا. من واقعیتش این شانس بزرگ رو داشتم که توی پروژه جدیدی که برای اولین بار همینجا دارم معرفیش میکنم که به عنوان احتمالاً ترکیبی از سینگل ترک یا آلبوم، هنوز در موردش تصمیم نگرفتیم، منتشر خواهد شد، شانس این رو داشتیم که با چهره های ناماشنایی مثل ایرج جنتی عطایی همکاری بکنیم. این شعر هم که شنیدین از ایشونه، یک پیامی از اون نسل برای نسل نو که سرشار از امیده. و من فکر می‌کنم خب حالا برای منی که اکثر کارام یکم محتوای دارک و سنگین و گاهی غم داره، فکر می‌کنم این ترانه مناسبی بود که توی این ایام دست کم پخش بشه. و البته این کار رو ما، چون میگم واقعا همه چیز خیلی یهویی اتفاق افتاد، این کار رو ما واقعا فقط برای این برنامه در واقع ساختیم. شاید 3 روز 4 روز بیشتر زمان تمرین نبود و این ماکتی از اون کار در حقیقت، و کار به صورت کامل در آینده به زودی منتشر میشه. توی اون برنامه The Voice خیلی مشهور شدی، در واقع اون برنامه شهرت رو برات آورد، ولی خب قبل از اونم شما داشتی کار میکردی. الان چه پروژه هایی در دست داری؟
ببین همین پروژه‌ای که بهتون گفتم، خب حقیقتاً من بعد از اون برنامه این شانس رو داشتم که به هر حال چهره بیشتر شناخته بشم و خب طبیعتاً پیشنهادهای متعددی داشتم. اما چیزی که برای من مهم بود که با کسایی که بخوام کار بکنم، اون چیزی که برای من مهم بود این بود که ما بتونیم اولا دوستی داشته باشیم، همدیگر رو بتونیم درک بکنیم در کنار اون فضای کاری که خوشبختانه من الان با گروهی دارم کار میکنم، تهیه کننده و اسپانسر دوست خوبم سعید رفعتی و با آهنگسازی بهروز پایگان نازنین. و خب ما توی 2 سال قراره که 10 تا ترک رو در واقع منتشر بکنیم. تور کنسرت هامون هم از همین الان بگم که از تابستون امسال از کانادا شروع میشه. خیلی سپاس که با این فرصت محدود خود اشاره کردی، بازم اومدی و این کار رو اینقدر توی این فرصت کوتاه برامون آماده کردی و تونستیم ازش استفاده بکنیم. زود را که توی صحنه‌های مختلفی که گفتی و بعد از این پیش میاد ازت ببینیم. ممنونم از دعوتتون، امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی برای همه مردم ایران باشه. مرسی. وقتشه که سری بزنیم به یک جزیره دور و یک پری نازش با صدای نیاز نوا. اینو نگه دارم یا میتونم من براتون نگه دارم؟ با کمال افتخار سپایه. خواهش میکنم.
مرسی، مرسی از همه، مرسی از شما که من دعوت کردین بیام. خیلی ممنون از بند، بچه های گروه، ممنون. امشب اینجا این مراسم، مراسم زنان با صدای پرقدرتشون بود. چه صداهایی، چه زنانی، واقعا صدای نیاز نواب بود، خواننده‌ای که از 10 سالگی موسیقی رو شروع کرده، خودش چند تا ساز میزنه و به چند زبان میخونه. نیاز از نسل سوم خاندان یا حقیها در زمینه موسیقیه که حق زیادی بر گردن موسیقی ایران دارن. خیلی خوش اومدی، عیدت مبارک. در مورد خاندان یا حقیها برامون بگو. در واقع من سومین نسل این خانواده هستم. استاد بزرگ، پدر بزرگم بودن استاد حسین یا حقی، که در واقع استاد پرویز یا حقی هم بودن، در واقع داییش می شدن، که زمانی که پرویز یا حقی از 4 سالگی خانوادهش در واقع از هم جدا می شن، پیش داییش در واقع پدر بزرگ من می مونن و برای همین پدر بزرگم اصلا فامیلیشو تقدیمش می کنه، مناسبش می دونه و نوازندگی رو یاد میگیره و میشه پرویز یا حقی. و سن منم یکم نرسید که با این اساتید کار بکنم، ولی من دختر شیرین یا حقی ام و همیشه حمایت مادرم بوده که تونستم تو این حرفه موفق بشم. ادبیات اصیل فارسی رو توی آثارتون زیاد میبینیم، شعرهای اصیل فارسی رو استفاده میکنی و در واقع یه جور روایت خودت رو درست میکنی ازش. چه بده بستونی در جریانه؟ چیز خاصی نیست. من همیشه ادبیاتم خیلی بد بود، راستش همیشه خیلی ادبیاتم نمره خوبی نمی آوردم و دیدم با موزیک خیلی ادبیاتو بهتر یاد میگیرم و این یه ایده ای شد که بتونم با موسیقی اشعار غنی، یعنی اشعار سخت غنی فارسی رو بتونم بخونم، فرهنگسازی بکنم. و یک آلبوم شاملو هم در راه هست که اینو به زودی دوست دارم که ارائهش بدم. خیلی من این کارو خیلی دوست دارم و چی بهتر از فرهنگسازی کردن با ادبیات فارسی. حتما خیلی هم شنیدنیه. نیست. مشتاقش هستیم. نیست. خب حالا سراغ یه مهمون دیگه‌مون میریم. اسمش گردآفریده و از دل شاهنامه فردوسی برامون قصه های تازه بیرون میکشه. گردآفرید، برامون بگو که جمشید چیکار کرده که نوروز به اسم او شهرت پیدا کرده. اساس عیش مرتب نمود از هر باب، اساس عیش مرتب نموده از هر باب، حریف بعض مهیا نموده از هر فن، نی و چمانه و تار و ترانه و تنبور، نی و چمانی و چنگ و چغانه و ارغن، ترنج و سیب و به و نار و پسته و بادام، گل و شقایق و نسرین و سنبل و سوسن، عبیر و غالیه و زعفران و مشک و گلاب، سپند و مجمره و عود و انبر و لادن، نبید و نقل و شراب و کباب و رود و رباب، شمامه و شکر و شهد و شیر و شمع و لگن، بزم عالی آراستند، باده خلری گفتی لعل و بدخشان است، ساغرش بلور چون مهر درخشان، سوری و سنبل بود که طبق طبق در هم ریخته و ریاحین و گل که ورق ورق در هم آمی، گل به خرمن سنبل به دامن، ریاحین دست دست شقایق بسته بسته، انبر سوخت مجمر افروخته، جم گلشن شم روشن، ترانه او زمزمه رود، نغمه چنگ ناله زنگ، باده مصفا بادام و نقالوز مغشر، نقل مهنا مرغ مسمن، عیش مهیا گوارش قرنفل و عود، زمزمه بربت و رود، کباب تهی و دراج بود که بر باب زن، چون دل عاشق بریان بود و چون چشم مظلوم گریان، چنگ هندی بر بربت سغدی، رامشگر کابلی، بازیگر کشمیری، ناله نی پیاله می، نوازندگان و خوانندگان، جا در جا، صف در صف، کف در کف، چنگ در چنگ، سطر در سطر، سنج در موج، زنگ در انگوش، رباب در کنار، بربت در دامن، ناله نای، زنگ زنگ چنگ، رنگ رنگ تار، نقل اختر، زهره مطرب، ساقی مجلس هلال، می طرب ساقی قمر، جام بلورش آفتاب، این قسم بزمی برای نوروز جم
جمشید شاه آراستند. زنده باد. زنده باد. جهان جهان انجمن شد بر تخت اوی، شگفتی فرو مانده از بخت اوی. به جمشید برگوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، بر آسوده از رنج تن دل زکین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. نوروز خجسته بر شما. زنده باد. روایت گردآفرید از نوروز جمشیدی. چه رسم و رسوم سفت و سختی بوده گردآفرید؟ شاید سفت و سختیش یکیش به دلیل سرایش این نقالان و سخنسرایان و ارباب سخن در قرنهای گذشته بوده که چنین نثر مسجع‌های زیبایی خلق کردن. و البته بله، جمشیدشاه از شاهان به نام شاهنامه است که روز اول فروردین گفت که روز نو هست و جشن مفصلی به قول شما بعد از سالیان سفت و سختی که سپری شد، بشریت به جایی رسید که دید حالا وقتشه که جشن بگیره و اون روز رو روز نو خواندند. به به، مرسی. در ادامه برنامه باز هم هنرمندامون از جمله اما و مشعل میخونن. کامیار هم یه ترانه تازه دیگه داره برامون. اما این همه از عید و نوروز حرف زدیم و یادی از حاجی فیروز نکردیم. خشایار جنیدی ما رو همراه میکنه با حاجی فیروز در گردشی در بازار نوروز. بشکن بشکنه، من نمیشکنم. روشنی هموم برای هممون. داماد لطیفه. من منوچهر احمدی هستم و 77 سالمه دیگه. حدود 30 سالی هست که تو امریکا حاجی فیروز میشم. حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله. البته دو سه سال اول با چهره سیاه رنگ این کار رو میکردم، ولی حدود 26-27 ساله که صورتم رو پرچم ایران میکنم و با مردمی که در خارج از کشور به خصوص امریکا هستن جشن میگیرم. فرهنگ رو ما باید همیشه حفظ بکنیم. فرهنگیه که همینجور به ما نسل به نسل رسیده و ما ادامهش میدیم. یه ایدی هم به شما بگم؟ من الان نوه‌مو دارم آموزش میدم که بعد از خودم اگر یه وقت رفتم کار رو ادامه میدم. کسما نوه منه، قرار شده جای من. یادتون رفت حاجی فیروزم. بله. سالی یه روزم. بله. حاجی فیروزم. بله. من نمیتونم. میتونی. من نمیتونم. میتونی. چجوری بشکنم؟ تختم. چجوری بشکنم؟ تختم. روزگارتون خوش باشه، عیدتون مبارک. گردشی با حاجی فیروز در بازارچه نوروز. باز موسیقی خونمون کم شد که با اما سری بزنیم به ماه. از تموم واژه‌هایی که بر حال من و تو سروده شد، از زمین و از آسمان هم
گلایه شد. از تموم حرفای ناگفته من برای تو، از مرور این خاطراتم کلافه شد. بیا بریم یه جای دور، اونجا که خبری از رفتن نبود، میرقصیدیم زیر نور ما، تموم نمی شدن این لحظه ها. بیا بریم یه جای دور، اونجا که خبری از رفتن نبود، میرقصیدیم زیر نور ما، تموم نمی شدن این لحظه ها. دستهای تو، نگاه تو، باد باد لای موهای من، این حرفا هیچ وقت بین ما کهنه نشد. کاش یه جایی دور از اینجا دستها تو من میگرفتم، و کاش یه جایی با نفسات میخوندم، و کاش به غیر از با هم بودن هیچ راهی واسه ما نبود. کاش تموم این خاطره هام اینجا نبود. بیا بریم یه جای دور، اونجا که خبری از رفتن نبود، میرقصیدیم زیر نور ما، تموم نمی شدن این لحظه ها. بیا بریم یه جای دور، اونجا که خبری از رفتن نبود، میرقصیدیم زیر نور ما، ما و ترانه ما. فقط 22 سالشه و خیلی جوونه. توی مدت کوتاهی تونسته کلی طرفدار بین نسل جوان‌تر برای خودش پیدا کنه. ایران که بود کاراشو زیرزمینی منتشر می‌کرد، مثل خیلی خواننده‌های دیگه. اما مدتیه که از ایران خارج شده و در وین داره موسیقی می‌خونه. چی شد که از ایران خارج شدی؟ خیلی مسیر سختی بود، هست، و واقعا توی ایران کار کردن خیلی ترس داره، خیلی استراب داره. یعنی واقعا یکی از اتفاقای خیلی عجیبی که بر من همیشه میافتاد این بود که من موزیک ریلیس میکردم و برعکس این که آدم وقتی موزیک پخش میکنه یا کار آرتیستیک انجام میده منتظره که بازخورد خوب بگیره، مثلا پلی بشه، شنیده بشه، من اینجوری بودم که ای وای الان مثلا وایرال نشه، شنیده نشه، که خب برای من مشکلی پیش نیاد توی ایران. و اومدم اتریش که بتونم درس بخونم، که بتونم بهتر موزیکو دنبال بکنم، چون توی ایران ممکن نبود، و دیگه به اینجا رسید. خیلی خواننده ها توی انتخاب پوششون و لباسشون سخت گیرن.
انتخابای خاصی دارن. خودت هم اینجوری هست؟ بله بله بله. سعی در مورد لباست امشب برام بگی. بله بله، این لباس من از طرف دو تا دوست خیلی خیلی خوب منه و خانم الهام که یکی از دوستای خیلی خیلی نزدیک منه و کارش واقعا درسته. اینو برای من فرستادن و من واقعا باعث افتخارم که کار طراحای ایرانی رو بپوشم. خب برگردیم به مشعل با ترانه نغمه‌گر. دیوانه ی تو مست تو بودم دیوانه ی تو
مشهد جان، عیدت مبارک قبل از هر چیز. دوری از افغانستان، نوروز رو چجوری جشن میگیری؟ چقدر جدی جشن میگیری نوروز رو؟ بله، سلام، ورز اول. فصل نو، بهار نو و سال نو را به بینندگان عزیز و کسانی که این روز را تجلیل میکنن تبریک میگویم. سال نو شما هم مبارک. ما ای روز نوروز را که فامیل و دوستا یک جای میشیم و با موسیقی و تهیه هفت میوه این روز را یک جای تیر میکنیم. به به. ممنون از مشعل. توی برنامه ما خواننده های زن داشتیم، یکی از یکی بهتر. حالا میخواییم برگردیم پیش کامیار تا ما و شما رو به تازه ترین ترانش مهمون کنه. ولی قبلش یه دقیقه بریم همون آشپزخونه که چند تا مهمون ها و بی بی سی چیا داشتن آشپزیشون رو به روخه هم میکشیدن، ببینیم نمک غذاشون کم و زیاد نشده. وقتتون تموم شد، از میزاتون فاصله بگیرید، دیگه هیچ کار نکنید. با پرهام و ماریا شروع میکنیم. ماهی خوب به نظر شده. سفید. آره. خوبه، هیچ جاش. آره. اون رنگ صورتش نمونده اصلا. گروه دوم که مریم و برزو باشن. این ماهی شکم پوره. آره. ماهی شکم پوره. مریم خیلی تاکید داشت که این یک رسیپی بسیار ویژه‌ای داره که همه مشتریش میشن. خیلی خوب پخته شده ماهیش. گروه سوم یه گروه اما و داریوش بودن. ماهی به نظر من از همه بهتر پخته. مزدش بی نظیره. موقع تصمیم گیریه. این هم از همکارمون ترانه که بالاخره خودش رو رسوند. سب کنی من اومدم. ببخشید. گفتیم برنامه آشپزیه، بیا منم آشپزی کنم. اومدم ماهی هم درست کردم. اتفاقا منو نمیتونی گول بزنی ها. چیپساش خیلی خوشمزه است. بوی رستوران میده. بین همه غذاها تفاوت انقدر کم بود که فقط یک نمره بین برنده و بقیه فرقش هستش و اون کسی نیستش جز مریم برزو. دستپخت مهمونا و بی بی سی چیا. برنامه نوروزی رو با کامیار شروع کردیم و برای اینکه بشیم راضی با یه ترانه خیلی تازه از تنور در اومده از او تموم میکنیم. خب کامیار، امشب یه ترانه چند زبانه خوندی، به همون بگو چرا تو این سبکو اصلا انتخاب کردی؟ من این سبکو انتخاب کردم، در واقع آهنگی خوندم یه مدلی بود، یعنی یه مجموعه چند تا آهنگی که به هم میچسبونین و به چهار زبان فکر کنم خوندم. بله. عبری. بله. عربی. فارسی هم که بود 100%. و این واسه من این مدلی یه سمبول بودش، چون تو این دنیایی که ما امروز داریم زندگی میکنین خودتون از من خیلی بهتر میدونین که تنها آهنگ هستش که موزیک که تمام متفاوت بودنمون و کالچرهای متفاوت و دینای متفاوت و میتونیم همه یه همبستگی ایجاد کنه، با هم زندگی کنیم، با سول در واقع peace and love. و خود ایشالله که کشورها هم مثل این آهنگ یه همبستگی ایجاد شه. و دیگه مرسی کامیار. مرسی کامیار. درباره ترانه‌ای که اینجا قراره اولین بار برامون زنده اجرا بکنی بگو. بله، واقعا این آهنگی که قراره بخونم اولین باره که لایو میخونم و اسمش هست دختر شیرازی. این داست... خب من عاشق شیراز هستم، همسرم هم شیرازیه و از بله و از روزی که عروسی کردم دیگه هر مهمونی که میریم که متوجه میشن که خانومم شیرازی هستن همش میگن بخون دختر شیرازی جون. اینقدر هر مهمونی که میرم مجبورم اینو بخونم. گفتم بابا دیگه بسه، یه آهنگ بدم بیرون تقدیم کنم به همسر عزیزم، به تک تک دخترهای شیرازی و به تک تک شیرزنهای ایرانی در کل. با
این ترانه برنامه تلویزیون بی بی سی رو به پایان میبریم. شما رو به سال نو و سال نو رو به شما میسپاریم. نوروزتون پیروز. نوروزتون پیروز. مرسی، سال نو مبارک.